تلاش 100 ساله. چرا 100 سال تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی بی نتیجه ماند؟ یک بررسی جامعه شناختی با عرضه دیدگاه ده ها صاحب نظر ایرانی در برنامه ویژه تلویزیون ایرانیان. ما اگه دقت کنیم ما تاریخ استعمار در ایران نداریم، یعنی کسی نمید ما رو مستعمره کنه. میدونید چرا؟ چیزی نداشتیم آقای لیمونتی. بله، تا اون هر کسی میومدی چیزی به ما دادن بخوریم. یه مش بیابونای بیاب و علف بود، یه مش شهرهای پراکنده، کوههای سر به فلک کشیده، خوشسالی بله. خوشسالی زمینی که اصلا زمین ایران خیلی زمین فقیری است. یعنی 1,648,000 کیلومتر مربع، ما 4-8% میشه مثل هندوستان زرخیز نیست. هیچ که نباید ما رو ما چیز کنه. تا اینکه نفت پیدا شد، نفت یک دلیل وجودی باز برای ما ایجاد کرد. یعنی انگلستان انقلاب صنعتی هم شده بود، ماشین هایی که در واقع بنزین و نفت مصرف میکنن، اینترنال کامبستشن، اینا در کشتی ها موتورها و اینها، این است که دوباره ما گرفتار شدیم. اینجاست که عامل خارجی شدیداً در کار ما دخالت کرد. اونجا دوباره کمر تاریخ شکسته. 32 یعنی خشت های انقلاب 57 در 32 سال 32. این من بیادم یه بچه بودم 6 سالم بود، حالت یأسی که بر صورت مادر من که نه اینتلیکچوال بود اما دوست داشت این اون چه میگذشت، این دکتر مصدق غرور ملت رو ملی کرده بود، غرور رو ملی کرده بود، ایرانیت رو ملی کرده بود. همینطور. و از سر فقط موضوع نفت نیست، کسانی که اقتصادی صحبت میکنن اهمیتی قضیه رو نمیفهمن که آقا چرا دکتر مصدق موافقت نکرد با طرح انگلیس. اون نمیخواست استقلال ایران رو دوباره دست انگلیس بده. میدونید معیاری گذاشت این مرد در کار اخلاق و در کار سیاست و در کار ایرانیت و در کار نجابت و زهد سیاسی. ما مردی به پایش نداریم. خیلی خوب، چنین مردی قابل تحمل نیست. البته این است که اون کودتا رو داریم، اون کودتا رو داریم. حالا اون کودتا شد و عرض کنم که دیدید چه گذشت، چگونه ملت نتونست در مقابل اون کودتا ایستادگی کنه. خب ببینید اینا دلایل مختلف دارن. اول اون که عرض کردم اون الیتی که لازمه‌ای بود که مردم رو تهییج بکنن نبود واقعا، نبود با. و مردم محافظه‌کاری هستن، کردن، از دکتر مصدق پشتیبانی کردن، در قیام سیتیر دیدید چه کردن با. اما یک مرتبه مواجه شدن با یک وضعیت اقتصادی نابسامان و عرض می شود که اون رهبران لازم که در کالیبر خود دکتر مصدق باشن نبودیم. بین کوتوله ها قول بوده، در واقع خود قول بوده ولی اطرافیانش همش کوتوله ها بودن، خیلی کم عقل بودن بعضی کسانی که همراهش بودن، یعنی مردی در قد و اندازه خودش نبود و مردم کنار کشوری یادشون نرفت ولی فراموش نکردن. درسته. این یک زخمی بود که التیام پیدا نکرده. التیام پیدا نکرده. 25 سال به درازا کشید. بله بله. و از اونجا حالا یک دولتی آمده که 100% خودش رو سرسپرده دولت بیگانه کرده. یعنی کارهایی که انجام داده بسیاریش ضرورت نداشته اما فرمان بیگانه، یکیش اصلاحات ارضی که یکی از کارهای بسیار بسیار بد برای ایران بوده و طرح CIA بوده. دلیلش هم این بوده است که انقلاب در ایران صورت نمیگیرد مگر توسط کشاورزان. دولت ما به وحشت افتاده است، اسنادش هست که آقا اینا میخوان منو بردارن چیکار بکنن و اون کار انجام شد. و بعد رفته رفت و بعد چون سیاست آمریکا 100% ضد کمونیسم بوده و ایران موقعیت استراتژی بسیار مهمی داشته، بنابراین کسی که نماینده آمریکاست باید چه بکنه؟ باید شروع کنه با کمونیسم مبارزه کردن. ضرورتی نداشت تیرباران ایرانیان در اون وقته. هیچ از اینا چیزی پیدا نکرده بودن آقای لیمونتی. انبار اسلحه و طرح‌های خائنانه نبوده بود، توده‌ای هستی. آقا باب شده بود. رسم بود، توده‌گری رسم بود. من خاطرم است که یه روز 137 افسر رو تیرباران کرد. بله بله. و این عکساش هست، آدم حس شرم می‌کنه که آقا چرا افسرای مملکت رو میکشید؟ آقا تبعید کنید، آقا زندان کنید، از کار بیرون کنید، مواظبشون باشید، نه اینکه تیرباران کنید. اینها زخمهایی بود که بر پیکر جامعه ایرانی وارد شد و ذهنیت ایرانی هرگز فراموش نکرد، فراموش نکرد. خیلی خوب، حالا بعد از 28 مرداد روز به روز در حلقه استبداد به کمر مردم تنگتر و تنگتر شد. من به یاد دارم سال
1174 که بنده می اومدم دیگه جنگ ها خیابانی شده بود آقای لیموندی، اصلا چریک مسابقه نداشتن آمریکا، بچه ها دیگه چاره ای نمی دیدن، سیاسیون جز مبارزه مسلحانه با این رژیم چیز نمی دیدن. درسته کافه کاباره بود، کافه کاباره بود، و اشتباه اون دولت این بود که گمان می کرد از فروختن نفت و اندکی پول وارد جامعه کردن شاهکار کرده، بدون این که در فکر توسعه سیاسی و حاکمیت مردم باشه. آقا این ملتیست، این مملکتیست، یک نفر پیدا شده بود و همه مسئولیت های مملکت رو از لوله کشی بگیری تا ارتش و هواپیماهای جنگی و قرارداد جنگ و صلح همه رو به دست این آقا افتاده بود، همون یک نفر میخواست همه مملکت رو، حتی وزراش هم بیکاره بودن، آقا حبیدا هم بیکاره بود، یعنی کار به جای رسیده بود که حتما مملکت منفجر میشد، حتما مملکت انقلاب میشد، در حالی که ما نیاز به انقلاب تاریخی نگاه کنیم نداشتیم، مملکت که هر روز انقلاب نمی‌کنه، ما انقلاب مشروط کرده بودیم، بسیار قانونی خوبی هم بود علی‌رغم ایرادایی که آدمای مثل دوست شما در فرانسه بهش دارن این حرفا، اما یه مملکتی به فکر بسیار افتخارآمیز بوده در دنیای سوم، بی سابقه بوده، روزی که ایرانی به پای خواسته و علم استقلال آزادی برافراشته و سخن از دموکراسی گفته، اصلا این صحبت جهان سوم خبری نبود، 56-7 سال بعدش تازه هندوستان خواسته مستقل بشه از استعمار انگلیس، بنابراین همون قانون مشروطه بسیار زیبا بود، قانون رو کی می‌نویسه؟ قانون رو مردم، اگر اشتغالی هم داشت می‌توانست اون رو تحریف کنه، بله، اما از اون که حقوق ملت درش مستتر بود بسیار زیبا بود. این است که این قانون به طور کل تعطیل شد، در واقع توپ واقعی رو به مجلس نه محمد علی میرزا که محمد رضا شاه و پدرش بستن به این مجلس ملی. حالا این سوال مطرح میشه، بله. که چگونه شد پس از این 25 سال، بله. حالا شما هرچی اسم میخواییم بزنید، بله. بعد از این 25 سال ملت با نیروی خیلی بیشتری به خیابان آمد، ولی نتیجهش این شد که ما امروز میبینیم. بله، این هم نتایج گفت باش تا صبح دولتت بدمد، این هنوز نتایج سحر بوده. چی بوده؟ ببینی، عرض کردم که مقطعی که رضا شاه رفته یک رجل محترم در زمان این مرد تولید نشد. خب. چرا؟ به جهت اینکه رجال از بین برده بود ایشون. یک مش دیکتاتور کیو میخواد؟ دیکتاتور یک مش آدمای مطیع میخواد، آدمای بی ارزه میخواد در اطرافش. شما هیتلر رو نگاه کنید، چون شما در آلمان زندگی متعلق، یعنی دو جنرال که دم دست او کار میکردن، جنرال کایکل و یود، اینا بی ارزه ترین جنرال آلمان بودن، چون برو. بنابراین از زمانی که محمد رضا شاه در واقع پایا استبدادش محکم شده، ایشون هم توسعه سیاسی رو تعطیل کرد، مردم رو بی سواد سیاسی بار آورده، یعنی مردم ما بعد از 26-7 سال حکومت این مرد محترم طوری بی سواد سیاسی بودن که عکس خمینی رو در کره ماه مگه نمی‌دیدن. یعنی تولید رجل سیاسی نشده، یعنی فرایند سیاست رو ایشون مطلقاً تعطیل کرده بود. نه دیگه، با عملا با تعطیل احزاب. بله، عملا با تعطیل احزاب دیگه. اون احزابی هم که دو تا احزاب گرفتن، اونها مثلا فرمایشی بودن، اونها بی حزب نبودن، ولی اونها رو هم تعطیل کرده بود. یعنی رجل سیاسی، ببینید کشور نیازمند رجل سیاسی است. تولستوی میگه ارزش کشور به رجال سیاسیشه. یعنی رجل سیاسی کجا تولید میشه؟ رجل سیاسی ما نمیتونیم در دانشگاه تولید کنیم. اصلا مؤثر نیست چنین چیزی. شما هر دانشگاه تشریف ببرید دپارتمان پلیتیکال ساینس، ده ها نفر درس سیاست، اما یک قریه رو نمیتونن اداره کنن. رجل سیاسی در فرایند رقابت های حزبی و فراز و فرود های سیاسی و وقایع و عرض میکنم مزایق سیاسی تولید میشه. آدمی مثل قوام السلطنه رو ما نمیتونیم از دانشگاه بیاریم بیرون یا استخدام کنیم. بنابراین ایشون اومده رحمت الله علیه در مجلس بس یه مش منتخبان ساواک رو می برده بله قربان می گفتن، چه در مجلس سنا چه در مجلس ملی. بنابراین از سال 1332 که ایشون اومده، ببینید چقدر وضع خراب بوده آقای لیمانی، که وقتی که ایشون داشته سقوط می کرده، باز رفتن آدم های عهد مصدق رو آوردن. این نشانه چه چیزی؟ رفتن سنباره که آقای سنجابی، آقای بختیار، دکتر صدیقی و اینا، باز پیرمردای زمان تولید نشده. تولید نشده. یعنی استبداد ایشون، شخص ایشون و دولتش مقصر همه این جریاناتی است که امروز اتفاق میفته. شخص محمد رضا شاه مسئول سقوط پادشاهی در مملکت ماست. من شخصا پادشاهی علاقمندم. یعنی دوست می‌داشتم، بارها هم گفتم، بعدا میدونن چون من آدم سنتی هستم. یعنی پادشاهی یک نهادی است اختراع ایرانیان در واقع، حالا در واقع در کل منطقه. بنابراین نگهداشت زیباترین سنن، نگهداشت زیباترین آداب،
یک نهادی که پشتیبان مردم باشد در مقابل دولت، این نهاد رو ما لازم داشتیم. بسیار زیبا بود. پادشاهی از عربستان نیست، اینا یه مش زیر خیمه هم نیستن، پادشاهی از آن ایرانی است. بله، ایشون مسئول سقوط تاریخ پادشاهی هم هست. با بسیار بسیار مرد بی سیاست به نظر من کم عقلی بوده، یعنی آدمی که فکر کند که همه کشور رو و مسائلشو و مصائبشو و موضوعات یک نفره میخواد تصمیم بگیره، جای رسیده بود که اصلا آدم حساب نمیکنه. آقا ایشون خب حالا در ضمن این که قشر گستردی از مردم هم تحصیل کرده شده بودن در سالهای آخر، بله، و خواستهای خودشون داشتن. بله بله این مطلب خیلی مهم است. ببینید، ایشون از یک سو دانشجو میفرسته خارج، بله، 200,000-300,000 دانشجو. درسته. آقا میاد در هاروارد، پرینستون، جای دیگه، بله، انگلیس تحصیل میکنه، برمیگرده تو دانشگاه میخواد تدریس کنه یا ادامه تحصیل بده یا هرچه. میبینه که در سر کلاس اونجا کانت درس میدن، هگل تدریس میکنن، فلسفه سیاسی ارسطو و لاک، ولی در محیط دانشگاه آجان شما رو میگیره، سابقه شما رو میگیره. اصلا نمیشد عزیزم، مثلا میسر نبود. یعنی از وقتی شما گسترش اقتصادی دارید، گسترش اقتصادی بدون گسترش سیاسی اصلا ممکن نیست. مثل اینکه آب داشته باشید زمین نداشتید غرق میشید. کما اینکه در کره جنوبی اونا بسیار خوب عمل کردن و فهمیدن چه بکنن. گسترش سیاسی با گسترش اقتصادی تو هم باید باشه. مثل آدمی که میخواد بره زیبای اندام شرکت کنه، هی دنبل بزنه این بازوی راستش رو و نیمتنه راستش رو نیرومند کنه، نیمتنه چپش لاغر و مرده، میخواد بره مسابقه زیبای اندام، نمیشه. اینا همه با هم میسره. زمان هم زمانی بود که دیگه میسر نبود. بنابراین وقتی ما در مقطع انتها رسیدیم، اون چنون سریع اتفاق که اصلا ملت آمادگیش هم نداشت و تعلیماتی در این زمینه نشده بود، رجالی تولید نشده بود. طوری بوده است که خود ایشون هم میدونسته اشکال در کجا. درست دو ماه قبل از اینکه سقوط بکنه دستور داده است. ما یه دوستی داریم اینجا، آقای خاشه، من اسمشو میبرم، خودشون میخندن، دستور دادن که 400,000 قانون اساسی رو چاپ بکنن، بیان مردم توضیح کنن. مرد حسابی دیگه، بله دیگه، کجا بعد آمده است و یه بختیاری رو پیدا کرده، بیچاره بختیار. من میگم بختیار، این درست به مثابه این است که یک کسی راننده اتوبوس باشه که شخص محمد رضا شاه، یک تعداد مسافر داره، مسافرها دانایان مسافری میدونن که این اتوبوس به دره میره. ایشون گفته است که رانندگی بدون قدرت به چه دردی میخوره، رسونده است به پرد. وقتی که پرد شده، بختیار نشونه گفته این رول بگی من نجات بدم امریکا، یه موی اثر نه، اصلا امکان نداشت هیچ چیزی بتونه دولت رو نجات این بده. این با مثالی که خود دکتر بختیار زد خیلی نزدیکه، شاید بهتر از این باشه. خود ایشون گفت من مثل پزشکی بودم، رفتم بالا سر بیماری، موقعی که نبضش رو گرفتم دیدم که دیگه جان، بله دیگه مرده بوده دیگه، جان نزدیک، بیچاره چه بکنه بختیار، هیچ کس نمیتونه معجزه بکنه نشون بده. بنابراین در طول این مدت تعطیل مشروطه، قطع جریان روشنفکری و روزنامه ها، شما فکرشو بفرمایید آقای لیمونادی، بسیار دردناکه. در وقت مشروطه 99 روزنامه که روزنامه نگارش علما بودن، یکیش ده خدا بود، یکیش میرزا جنگیرخان بوده، بل، شیرازی، بل. در مقطع انقلاب ما چه داشتیم؟ دو روزنامه ولی قربانگو داشتیم که در اینکه تعداد آریامهرش کدوماش بیشتره مسابقه با هم میدادن. خب این مملکت حتما منفجر میشد، حتما از میان میرفت. و چون هیچ آلترناتیوی باقی نگذاشته بود، نه مجلس آلترناتیو بود، نه رجل سیاسی وجود داشت، آلترناتیوی نبود دیگه. به این وجه افتاد، یک آدمی پیدا شد، پاچه برمالیده مرتجع و سخت، آدم خوناشامی بود خمینی، که فقط اعتباری که داشت مخالفت با شاه بود. مردم هم اونقدر از دست این شاه عصبانی بودن که به خطا، البته این تصور اشتباه بوده، که آقا ایشون بره هر کی میخواد بیاد. ببینید این کاملا خطای بزرگی، خطای بزرگی بوده. بنابراین عوامل خارجی و این نهاد دین که عرض کردم خدمتتون، مثل یک افعی نیمه مرده بوده. هر موقع سربر کرده بود در کشور ما، بزرگان بودن، شمشیر زنان بودن، رؤسای قبایل بودن. آقا به طور سنتی کشور ما پر از رهبر بوده. حالا آقای مشیر، برسیم به این 34 سال گذشته که بله. سالگرد بله. انقلاب بله. بله. در دو سه دقیقه بفرمایید چگونه است که این ملت 34 سال زیر یک چنین فشاری طاقت آورده ولی هنوز نمیتونه به کوچکترین ارقام آزادی دسترسی پیدا کنه؟ خب ببینید، 34 سال بله. کم نیست. 34 سال طول مدت خیلی زیادی است.
در این حال 34 سال نسبت به طول تاریخ هم بله. رقمی نیست بله. اما در این 34 سال هم مبارزه بوده. در این 34 سال ببینید زنان چه کردن، چه میزان فداکاری بوده و چه میزان. آقا ما دو حرکت بسیار بزرگ داشتیم آقای لیمون در 34 سال. ولی داستان این است که محمد رضا شاه با همه عیوبی که داشت سرنوشت خودش رو به سرنوشت ملت گره نزده بود. یعنی به معنی که شرایط ناجور میشد میگه آقا من میرم. اینها سرنوشت خودشون رو به کل ایران گره، یعنی ما یا ما هستیم تا ما هستیم ایران اگه نه خراب بشه. درسته؟ اینه. چون اینها میدونن سوابقشون چی بوده. اینها مردمانی بودن مفتخور در حد گدایان. من بارها گفتم چون منتظر خود مزدکات بودن دیگه. یعنی یه نوع تکدی شرعی میکردن. حالا رسیدن به حکومت پادشاهی. آقای علی خامنه‌ای رو ببینید، این آخوندها رو نگاه کنید، فرزندان اینها رو ببینید، ثروت‌های ایران. و این جنگ عراق سبب شد که اینها بتوانند خانواده‌ها رو طرفدار خود بکنن و اینها کاری رو میکنن که اعراب نخستین میکردن. یعنی چه؟ یعنی که میگفتن غنایم مال شماست، بله یک پنجمشو به من بدید. اینها هم ایران رو، اینها رو مالک ایران کردن. سپاه پاسداران رو، نیروهای نظامی رو در ثروت مملکت شریک کردن و گمان میکنند که اینها تا ابد اینها نگهداری خواهند کرد. مردم ایران تا اونجا که بنده فهمیدم دوستدار آزادی هستن. و یه چیزی میخوام به شما عرض کنم، ما میگوییم که محمد رضا شاه 250,000 مثلا دانش، امروز 4,000,000 و نیم نفر ماست. یعنی تعداد آدمایی که تحصیل میکنن میان بسیار بسیار بیشترن دیگه. ما پشت کوه نداریم که از اونجا آدم کش بیاوریم و اینها. این است که جامعه ایران ادوکیت شده، تا 80% باسواد هستن و گمان من این هست که این حکومت سرنوشت جز سقوط نخواهد داشت. حالا این 32 سال 10 سال 12 سالش به بهانه جنگ و اینها بوده. یک مقدارش به بهانه اصلاح طلبی بوده. یک مقدارش به بهانه این برود اون بیاید بوده. اما چیزی که ملت دانستن این است که این رژیم یک اصلاح پذیر نیست، دو جز جدا کردن دین از سیاست، یعنی بیرون کردن این آخونده از حکومت چاره دیگری نیست. یعنی راه ما دو چیز است، یک حکومت سکولار دموکراتیک. فکر میکنم روشن فکران ایران به این نتیجه رسیدن. به هر صورت این 32 سال هم 32 سال کاملا خاموش، 34 سال 34 سال رضایت نبوده. مهم اینجاست که مردم راضی نبودن. اینها بیشترین جنایات رو اینها کرده، اصلا قابل قیاس نیستن. وقتی ما مواجه میکنیم خشونت اینها مطلقا یعنی رژیم گذشته شما در همه چیز آزاد بودی، در آزادی های فردی، شخصی، اجتماعی، اقتصادی، اما کار سیاسی نمیتوانستی بکنی. اینها تا با لباس مردم هم کار دارن، اصلا غیر قابل تصور. یعنی اون چه در کتاب‌های شیعه آمده و باقر مجلسی گفته و سید عبدالحسن اصفهانی گفته، از طرز پوشش و نمیدونم حتی به دستشویی رفتن اینا میخوان اینا رو اعمال بکنن، یعنی بتوانن میکنن این کارا. خب این فرصتی است که روحانیت بعد از 1400 سال به دست آورده. بعد این فرصتی است که آخوند شیعه، ببینید فلسفه آخوند شیعه این است که با سنی فرق میکنه. سنی به جمهوریت معتقده، شیعه معتقد نیست. شیعه بر این هست که نطفه مقدس داستان، یعنی پیغمبرم کاری نبوده، همش علی بوده، ولی جبرئیل هم اشتباه رفته پیشو. بنابراین از اولاد علی نه نطفه مقدسی هست که رسیده است به اون امام کذا و کذا که در چاه هست، در غیاب او حکومت متعلق به ماست. بنابراین ما باید حکومت بکنیم تا امام زمان پیدا بشود و بعد کلید حکومت رو و شمشیر رو بدیم به دست او. ببینید چه میزان واقعا ننگین و چه میزان وقیح هستن اینها و ریاکاری و ریاکاری این است که بنده اینجا گمان میکنم تا اون چه آمال مشروطه بوده، یعنی آزادی مردم، حاکمیت مردم و جدایی این دین از سیاست که حالا در مشروطه به گونه دیگری بود، بنده بر این هستم که کوچکترین فرصتی که به دست این مردم بیفته قیام خواهند کرد و این رژیم رو سر جاش، یعنی از میون خواهم برد. چون چای پروندهش به قدر خونین هست که بنده میتوانم عرض کنم که بین این رژیم و مردم ایران یک رودخانه خون در حرکته و این خانواده هایی که ضربه دیدن، خانواده هایی که عزیزانشون رو کشتن، اموالشون رو گرفتن، تعداد خیلی زیاد هستن و این بدترین نوع رژیم بوده به لحاظ طبیعت و برخوردش با حقوق انسان که ما سراغ داریم در تاریخ ایران. براخ سپاسگزارم از فرصتی که شما به ما دادید و بینندگان ما که مستفیض شدن از صحبت‌های شما. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم دوست عزیز که دعوت فرمودید. از هموطنان بینندگان شما سپاسگزارم که توجه فرمودید.